خب سخنرانی آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی با موضوع انتخابات در ایران. بله، موضوع بحثی که الان خدمتون گفتم در مورد انتخابات در ایران هست. من ابتدا میرم به تعریف یه سری اصطلاح. اینکه خود کلمه انتخاب یعنی برخورداری از یک فرصت و امکانی که آدمی از میانه چند یا دست کم دو گزینه یا پیشنهاد یکی رو آزادانه انتخاب کنه. بر این پایه موضوع اصلی در هر انتخابی این است که پیشنهاد تا چه اندازه واقعی است، تصمیم گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت میگیرد و تصمیم گیری تا چه اندازه بر امر برگزیده شده تأثیر میگذارد. کلمه سیاست یعنی مبارزه سازمان یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت محدود به یه نیروی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام همزمان حقانیت آن نیرو را هم تضمین کنه. چرا که حکمرانی زمانی میتواند بر حق و مشروع باشد که موافقت عموم انتخاب کنندگان را در بر بگیره و داشته باشه. توی جامعه های دموکراتیک نام سازوکاری که تضمین کننده چنین اصلی هست انتخاباته، و اونم انتخابات آزاد. این سازوکار از گذرگاه رأی‌گیری عمومی و آزاد تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب کنندگان خود حکمرانی کنند. در اینجا احزاب و سازمان‌های سیاسی نقششون پررنگ میشه که میتونن وسیله عملی کردن اراده سیاسی شهروندان باشه، و بدون احزاب و این سازمان‌ها انتخاب هیچ معنایی نداره. این تشکل‌ها باید نماینده گروه‌های مختلف اجتماعی باشن که از طریق تاثیرگذاری بر حکومت‌ها خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل باید آزادی فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی را یک از فاکتورهای مهم نظام‌های دموکراتیک نامید. ضرورت وجود یک جناح مخالف یا اپوزیسیون. دو اعتقاد و تجربه بنیادین بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می‌کنه. نخست اینکه دموکراسی پویایی و بقای خودش رو از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب میکنه، و دوم اینکه انحصار قدرت تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت بر این خطر مقابله کرد. روی کرده به فساد بیشتر تهدید کننده کسانی است که قدرت را در اختیار دارند، و اپوزیسیون نیروی است که میبایست با این خطر مقابله کنه. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون میبایست آزادی را تضمین کرد، و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فساد پذیر انسان و به ویژه قدرت طلبان به یاری وزنه سیاسی مهار گردد، تا بدین سان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. من اینجا میخواستم به این برسم که توی نظام ایران، مخصوصا جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب، ما چند تا حزب آزاد داریم، یا نوع احزابمون به چه گونه است. الان بعد از گذشت 40 سال احزاب چپ و راست، روحانیون مبارز یا اصولگرا و اصلاح طلب به دید مردم همه یکی هن. همین چند روز پیش قبل از انتخابات دکتر معین گفتن که خودشون هم اصلاح طلب هن. اعتراف کردن که احزاب ما هیچ دیدگاهی دیگه به ملت نمیدن، دیگه هیچ اصولگرا و اصلاح طلب فرقی برای ملت نداره. بر این پایه در یک نظام دموکراتیک در کنار دولت برگزیده مردم، اپوزیسیون دومی بازوی محرک سیاسی به شمار میاد و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست‌گذاری‌های خود را به طور مطلق معتبر بداند. اینجا میرسم به تاریخچه تشکیل انتخابات توی ایران.
مشارکت از طریق حق، البته توی دنیا این انتخابات از اواخر قرن 19 هم اتفاق افتاد، مشارکت از طریق حق رأی و حضور در صحنه انتخابات از اواخر قرن 19 هم در غرب گسترش پیدا کرد. در بیشتر کشورهای اروپایی و مشارکت سیاسی و حق رأی در این دوره مقبولیت پیدا کرد و سپس در سراسر اروپا گسترش پیدا کرد. در اکثر این کشورها حق رأی عمومی و فرصت حضور در انتخابات در نخستین دهه های قرن 20 اعطا شد. این در حالی بود که حق رأی زنان در بیشتر کشورها کمی دیرتر به انجام رسید و در اوائل قرن 20 این عملی شد. همراه با توسعه اندیشه های دموکراتیک، با تلاش های بسیاری از فعالین حقوق بشر و زنان، این امر عملی شد. ما توی ایران نخستین انتخاباتی که داشتیم در سال 1285 خورشیدی بوده که انتخابات مجلس عالی بود تو زمان قاجار و در پی پیروزی انقلاب مشروطه این اتفاق افتاد و اون موقع شرایطی برای نامزدها در نظر داشتن که ما با علم به این که اون موقع سیستم پادشاهی بوده و کلمه شهروند معنی نداشته و به عموم مردم رعیت میگفتن، یه شرایط خنده‌دار، یعنی از دید ما الان توی قرن 21 خنده‌دار هست که شرایط نامزدان اینجوری بوده که سواد خوندن و نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی داشته باشن و از طبقه‌های خاص اجتماعی که حالا میرسیم به اونا، باید از طبقات خاص اجتماعی باشن، یعنی عموم نمیتونستن یک نامزد از خودشون داشته باشن. شرایطی هم برای رأی دهنده ها وجود داشت، اینکه طبقه اجتماعیشون شاهزادگان قاجار بود، روحانیون، اشراف، تجار، زمینداران و اصناف طبقه هایی بودن که به فرمان شاه میتونستن توی انتخابات شرکت کنن و نمایندگانی داشته باشن. مثلا مردم عادی کسانی حق رأی داشتن که ملکی به ارزش دست کم 1000 تومان، بله اون موقع در زمان قاجار طرفی که میخواسته نماینده داشته باشه یا رأی بده، حق رأی داشته باشه، باید ملکش 1000 تومان باشه یا جزو اصناف شناخته شده باشه و اجاره مغازه یا ملکی داشته، حداقل به اندازه متوسط اجاره اون محل باشه. این و متاسفانه ذکر هم کرده بود توی این مطلب که حمالان و شتربانان و چوپانان و اینا حق رأی نداشتن و حتی صنفیه ای نبود که از اینا حمایت کنه، چون خانسالاری بود، رعیت پنداری بود و اینا. شرط سنی جالب تو سال 1285 25 سال بوده شرط سنی رأی دهنده و از شرایط افرادی که حق رأی داشتن. شرط جنسیت این بود که باید حتما مرد باشن و هیچ زنی حق انتخاب نداشت. شیوه انتخابات در مجلس اول تهران 60 نماینده از پایتخت بود و سایر ایالت ها که اون موقع حالا استان نمی گفتن، بیشتر ایالت می گفتن، 96 تا کرسی بوده. نمایندگان ایالت ها توسط مجلس ایالتی به صورت دو مرحله انتخاب می شدن و در نتیجه رأی مجلس ایالتی نمایندگان مجلس شورای ملی را تشکیل می داد. میام جلوتر، 3 ماه پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در مجلس دوم شورای ملی برای اولین بار سندی به نام نظامنامه انتخابات در سال 1288 نوشته شد که تغییراتی در قانون انتخابات مثل سن رأی دهندگان یا اون مبلغ 1000 تومان ملک به 250 تومان رسید. این تغییرات جزئی رو توی نظامنامه انتخابات داشته. قاجار به همین منوال ادامه داد تا سیستم پهلوی روی کار اومد، سلسله پهلوی به کار اومد و در سال 41 بود که زمان سلطنت محمد رضا پهلوی یه قانونی به نام قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شد. در آن برای اولین بار به زنان جامعه حق رأی داده شد. خب 1341 هم باز درسته یک کمی دیر بود نسبت به جوامع بین المللی، ولی باز بهتر بود چون جوامع بین المللی هم حق رأی با خانم‌ها نداشت اون موقع. و همچنین یه شرطی هم برداشته شد، اینکه شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن بود. اینم توی این قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی برداشته شد. طبق معمول روحانیون قوم
شمشیر کشیدن، اسلحه کشیدن، مخالفت‌های شدیدی انجام دادن، ولی با تمام این خشونت‌ها این طرح عملی شد. و میرسیم بعد از دوران پهلوی به جمهوری اسلامی ایران. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیب تنظیم شد که همه مقام‌های حکومتی و به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با رأی مردم انتخاب بشن. سیستم حکومتی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی ایران رو کار اومد که مدعی اجرای دموکراسی بود و چماق به دست گرفته بود و توی هر مسئله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی اون چماق بر سر حکومت قبلی میزد. در قانون اساسی مثلا کشور ایتالیا یه نهادی به نام دیوان قانون اساسی داریم که کار نظارت بر قوانین قانون اساسی رو بر عهده داره. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام شورای قانون اساسی داریم و همچنین یکی دیگه از کشورهایی که نهادی صلاحیت شبیه شورای نگهبان ما رو داره آلمانه. از اونجایی که نویسندگان پیشنویس قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران عموما از تحصیل کرده های کشور فرانسه بودن، متأثر از سنت حقوقی اون کشور بودن و برای نظارت بر انتخابات قوانین انتخابات و انطباق قوانین با قانون اساسی نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه در ایران احداث کردند که اون موقع اسم شورای نگهبان قانون اساسی بود و الان این اسم قانون اساسی از روی شورای نگهبان برداشته شده و فقط شورای نگهبان توی قانون اساسی داریم و این اصلاح شده. اولین باری هم که این به صورت رسمی طبق قانون اساسی تشکیل شد این شورا به 26 تیر ماه سال 1359 میرسه که هر سال 26 تیر ماه سالگرد شورای نگهبان میده. خب من تو این بخش به جایی که بیام یه سری مقایسه ای انجام بدم سیستم انتخاباتی یا انتصابی ایران با قانون اساسی میخوام یه کمی مرور کنیم مفهوم و فلسفه کلمه دموکراسی رو. اصلا تعریف دموکراسی اینجوریه که دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات علم سیاست من جمله خود کلمه سیاست از واژه یونانی گرفته شده، دو واژه یونانی که معنی های مختلفی دارن، یکی از واژه ها دموس هست و یکیش کراتوس. دموس بیشتر معنی مختلفی داره ولی بیشتر به معنی تمام عوام و شهروندانی هستن که در پلیس یا اون شهر دولتی به عنوان شهروند شناخته میشه. کراتوس میتواند هم معنی قدرت داشته باشد و هم معنی قانون، این دو با هم یکسان نیستن زیرا میتوان گروه ها یا افرادی را به تصور در آورد که بیان که به صورت رسمی و مشهود حکومت کنن داره قدرت باشن، یعنی اسمشون نیست ولی واقعا دارن قدرت میکنن. ممکنه توی نظام های امروزم اینو مردم بتونن احساس کنن. به این ترتیب ممکن است در یک دموکراسی سوری که به نظر میرسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت میکنن توزیع قدرت واقعی کاملا غیر دموکراتیک باشد، یا برعکس در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت میکنن، نمونهش هم هست مثل پادشاه اسپانیا، مثل الان کره جنوبی فکر میکنم، هلند، اینا دارن سلطنت و ژاپن. و این واقعیت آشکار نباشه که قدرت واقعی در دست چی کسی هست واقعا. حالا به فلسفه دموکراسی میرسیم. این تعریف دموکراسی بود. دموکراسی یعنی شما به مخالفان خودت آزادی بدی که اونا هم رقابت کنن با شما. این معنی دموکراسیه و اینکه یه حکومت مردمی باشه و مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدرت رو در دست بگیره. دموکراسی واقعی آن است که با رأی مردم از قدرت کنار رود، یعنی اقلیت بتونه به اکثریت تبدیل بشه. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد بقیهش تعارف و ظواهره. اما در ایران بیش از 100 ساله که به صورت ظاهری دموکراسی داریم اما هیچگاه کارکرد واقعی خود را نشون نداده و کسی احساسش نمی کنه.
همین دلیله که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نمیشیم، چون فقط اسم دموکراسی رو داریم. البته دموکراسی انتخاب یک سیستم ایدئال آرمانی نیست. به قول چرچیل، دموکراسی سیستم خیلی بدی است، ولی سیستم های دیگر از این بدتر است. امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته، مشارکت های سیاسی مثل حضور در انتخابات حدود 40-60% مردم و واجدین شرایطی. گاهی مشارکت ها در سطح شوراهای ایالتی و شهری خیلی بیشتر میشه. این طبیعیه، چون این حالت پیش آمده از سیاستمداران از مردم بریده شدن و به فکر منافع خودشونن. برای همین تقلیل پیدا میکنه این درصد حضور در صحنه. خب من در مورد دموکراسی هم حرف زدم، الان میخوام یه مقایسه بکنم این تعاریفی که کردیم در قبال دموکراسی و انتخابات آزاد و با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی. اگر ریشه‌ای به این قضیه فکر کنیم و تأمل کنیم، احتیاج، من فکر میکنم احتیاج به متخصص این امر هم نداره که حتما طرف حقوقدان باشه بخواد اینو مقایسه کنه به قانون اساسی. چند تا تعریف رو من از قانون اساسی کشیدم بیرون که زود براتون میخونم. یکی از این تعاریف، تعریف مثلا ولایت فقیه عادل هست که قبل از اینکه اصول قانون اساسی شروع بشه از تعاریف مهم قانون اساسی. بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبریه فقیه جامع و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کنند. حالا یه آیه ای هم اینجا آورده که من عربیشو سعی کردم ترجمه کنم. این که نوشته بود بید العلماء بالله الامنا علی حلال و حرام، یعنی این ولی فقیه هم می تونه دست عالمان اون به هر حال دانش و فقه کشور باشه و هم میتونه باعث امنیت در حلال و حرام بشه. خب برمیگرده به همون چکیده قرآن دیگه، این قوانینی که تعریف شده تو قانون اساسی. ولی فقط در واقع حلال و حرام بودن اون، بله میتونه مشخص. و این خیلی وحشتناکه اینکه ما بخوایم این جملات و آیات رو بخوایم ترجمه کنیم یا تفسیر، چون ترجمه واقعا با تفسیرش فرق میکنه. من هر جور دلم خواسته این آیات رو تفسیر میکنم خیلی راحت. من یه لحظه ایست بگیم. بفرمایید. خامنه ای تو مرجع تبدیل خودش تمام جانوران آبزی رو خوردنشون حلال اعلام کرده. دستاتی که مکارم شیرازی آره این اومده جدا جدا. تفسیر شخصیه، بله. من باز به تعریف ولایت فقیه میپردازم که لازم نرفته درستان. بله. اینکه این شخص واقعا یه ولی فقیه عادل، شخص به یعنی به کهنسالی هم نمیرسه لامصب، این احتمال اشتباه ولو سهوی هم نداره، یا اینکه بشری نیست که بخواد اشتباه، چون ماهیت بشر اینه که اشتباه میکنه، امکان خطا داره. واقعا این کسی که میشینه توی مسند ولایت فقیه واقعا سهوا هم نمیتونه اشتباه کنه. این از این. اصل شصتم چی میگه؟ میگه اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون، یعنی قانون اساسی، مستقیما بر عهده خود رهبره از طریق رئیس جمهور و وزرا انجام میشه. خب بشمارید تعداد مسئولیت هایی که یه رهبر داره تو بند بند این قانون اساسی. اصل 91، شورای نگهبان دارای 12 عضو، 6 تا حقوقدان، 6 تا فقیه. فقیه ها رو که مستقیماً خود رهبر انتخاب میکنه. خب این جدا نیست از اون حقوقدانه. حالا براتون میگم چرا. حقوقدانه توسط رئیس قوه قضاییه معرفی میشن به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی. اینجوری هم نیست که من 6 تا حقوقدان معرفی کنم به عنوان رئیس قوه قضاییه و این 6 تا ممکنه 2-3 تاش رأی نیارن، 2-3 تا دیگه نه. جالب، رئیس قوه قضاییه موظف است به تعداد بیش از افراد مورد نیازش کسی رو معرفی کنه به مجلس. خب این یعنی چی؟ شما 20 نفر معرفی کنی که 6 تاش رأی بیاره؟ خب به هر حال 6 تاش رأی میاره دیگه.
و میاد اونجا. یعنی عملا میخوایم بگیم که شخص رهبر به شکل 12 نفر بر کرسی تصمیم گیری شورای نگهبان نشسته، خود رهبر 6 تاشو خودش انتخاب میکنه، 6 تاش هم حالا یه جوری لقمه رو دور سرشون پیچوندن، رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه. حالا داریم که رئیس قوه قضاییه هم چه جوری خودش انتخاب میشه. اصل 93، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان هیچ اعتباری نداره. نمونهش هم همین پریروزا، یه بنده خدایی بود که عمامه سیاه رو سرش بود، میگفت رای دهندگان صفرهایی هستن بی هویت و ولی فقیه اون یکیه که پشت این صفرها میاد و این عدد رو تعریف میکنه. یعنی بدون اون یک اون صفرها هیچ چیزی نداره. و یه مصباح یزدی که خیلی هم تندرو هست، خیلی تندروه، که خود تندروها بهش میگن آقا یه کمی آهسته تر. این بنده خدا در اومده گفته که ما تو اصل حکومت اسلامیمون به هیچ عنوان احتیاج نداریم به انتخابات که مردم بیان شرکت کنن، چون ما ولی فقیه داریم. این از کرامت و حسن توجه ولی فقیه هست که اجازه داده که انتخاباتی در حکومت اسلامی وجود داشته باشه. خب اینم خالی از لطف نبود که ما اینو بگیم. بله، در اصل 93 هم گفتم بهتون که شورای مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتباری نداره. شورای نگهبان هم که خود رهبریه در 12 وجه مختلف. بازم نقش رهبر رو توی اصل 93 میبینیم. اصل 107 من براتون آوردم، پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، این جمله رو یه بار دیگه میخونم، پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام، به خدا اگه اون مسلمانی که تو اندونزی و سومالی این خمینی رو میشناخت، میگم به خدا قسم میخورم، همین جور که همین الانش هم من صحبت میکنم با یکی از دوستانمون که سومالیاییه، میگه اصلا اسلام اون چیزی نیست که شما میگین، اصلا سنی ما نمیشناسیم، شیعه ما نمیشناسیم که بخواد تفکیک بشه، یه خدا داریم یه پیامبر بلاغ تمام شد و سنتشون. اینم دوباره خود این 4 تا خلیفه و شیعه هم که 72 تا فرقه مختلف و این آیت الله هم که عظما هم بود اتفاقا از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. این اصل سابق از این، بحث شورای رهبری هم توی حکومت اسلامی داشتیم ولی از قانون اساسی اصلاح شده کلمه شورای رهبری و فقط کلمه رهبر مطلقه الان به وجود اومده. میرسیم به اصل مهم 110 که کل وظایف رهبری هست. توی این اصل قانون اساسی گفته تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این مجلس هم میرسیم، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کل نظام، فرمان همه پرسی رهبر باید بده، فرماندهی کل نیروهای مسلح ایشونه، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها هم با ایشونه، نصب و عزل و قبول استعفای این آقایون هم با ایشونه. مثلا فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه میشه، رئیس سازمان صدای سیما، رئیس ستاد مشترک. حالا جالبه تو کشور ما یه رئیس ستاد مشترک داریم، یه فرمانده سپاه جدا، یعنی ستاد مشترک نیروهای سپاه جداست، ارتش هم جدا. فرمانده کل سپاه، فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و نظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، ایشون هم میتونه این کار رو انجام بده. حل معضلات نظام از طرق عادی قابل حل نیست، بلکه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارتش و رهبری انجام. به بقیه موارد اصل و نصب و امضا حکم ریاست جمهوری اینا زیاد نمیپردازیم، میریم سراغ اصل 112 که مجمع تشخیص مصلحت نظام کارش چیه؟ کارش اینه که اگر مجلس و شورای نگهبان، یعنی مردم و رهبر، رو که بهتون بگم دیگه، نگین مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان، نه بگین
مردم و رهبر اگر توی یه قانونی به توافق نرسیدن، یه مجمع، یه شورای به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام میاد برای وساطت، و در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان رو نتونه تأمین کنه، اون موقع این اعضا تصمیم گیری میکنه. حالا اعضای ثابت و متغیر این مجمع شخص مقام رهبری تشخیصش میده که تشخیص مصلحت نظام چند بار، یعنی این بنده خدا من میبینم سفید شده محاسنش و خیلی شکسته شده، من نمیدونستم اینقدر مسئولیت دارم و اینقدر فشار. حداقل حالا یه جمله هم اینجا داشتیم که آره توی قانون اساسی نوشته رهبر میتواند بعضی از وظایف اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. آقای هاشمی زحمت بکشین، من اینو نمیتونم انجام بدم، شما انجام بدین. حالا به تشخیص رهبر، مثلا اصل 142 چی گفته؟ دارایی رهبر، اینجاش جالبه، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان، البته همسر و فرزندانی که معلومن، و بعد از خدمتشون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشه. خب من محمد حسنزاده تشخیص میدم که آقای اسماعیل هاشمی رئیس قوه قضاییه مملکت من باشه. آقای هاشمی شما رو تو این مسند میشونم، یه تشکر حداقل از من کنید. حالا شما بیا اموال من رو کن. اصلا غیر قابل تصوره که من که خودم یه زیردست گذاشتم، اون زیردست بخواد اموال من رو کنه. خب خنده داره، اینا همش نقض، متاسفانه با نقض حق انتخاب مردم، نقض. ببینید من تعاریف رو کشوندم به اینجا به مقایسه دموکراسی با سیستم حکومتی ما تو قانون اساسی که بگم که اصلا بحث ما به انتخابات آزاد نمیرسه. آقا اصلا بحث به انتخابات آزاد نمیرسه، رای دهنده چی کار است اینجا؟ مردم خب راحت مثل قاجار، قاجار حداقل رو راست بود میگفت خان و رو راست بود میگفت رعیت، اما شما در این پشت پرچم و دین اسلام قایم شدین و در این از مردم متاسفانه کار میکشین. حالا یه نتیجه گیری هم من بکنم، وقت زیاد گرفتم. وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت میشه، منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن به بخشی که تقریبا میشود در بسیاری از کشورها انتخابات رو اونو برگزار کرد. اخیراً خبر داشتیم که بالغ بر 7000 نفر رد صلاحیت شدن که خود اعضای مجلسی که الان دارن کار میکنن تا چند ماه دیگه هم اونا هم جز بشونه. خود آقای حسن روحانی توی یه اجلاسی قبل از انتخابات ایراد گرفته، انتقاد کرده به رد صلاحیت ها، و خودش توی جملاتش از جملات و لفظ هایی به کار برده که اسم، فقط اسم تقلب در انتخابات رو نگفته تو جملاتش، وگرنه کل صحبتش چکیدش همین بود. مسئله آزادی دیکتاتور آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده، یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استثوابی. یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه، کشورهایی که قابل مقایسه با کشورهای ایران هستن مثل کشور اندونزی یا ترکیه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسائل نظارت استثوابی بسیار جایگاه پایینی داره. و ختم کلام، یک پروژه اخیراً در دانشگاه هاروارد و اشتراک با دانشگاه سیدنی استرالیا به صورت مشترک، یک پروژه به نام پروژه درستی انتخابات یا همون Electoral Integrity Project مقایسه کرده که یکی از شاخصه های بحث آزادی کاندیداتوریا، یعنی شاخصه های بحثش هم آزادی کاندیداتوریه که توی ایران داره محدود میشه، روز به روز داره محدود میشه. ایران متاسفانه در میان 127 مورد انتخابات که انجام شده پایین ترین جایگاه را در کنار کشورهای جیبوتی و سوریه داشته طبق این تحقیق. اینم انتخابات در ایران بود. من نه اینکه بگم خوشحالم،
که مردم توی انتخابات و سرنوشت کشورشون نمیتونن دخیل باشن، نه منظورم این نیست، ولی خوشحالم به خاطر مردمم که به اون سطح آگاهی فهمیدگی دارن میرسن که با هم یکی بشن اگر میخوان کاری رو انجام بدن، و این یه لذتی داره و احساسش هم با خود مردمی که امیدوارم هر روز این پویایی و این ذهن مردم با آگاهی هایی که از آدم های آگاه تری میتونن کسب کنن تصمیم های بهتری برای کشورمون بگیرن، به امیدی که یه روزی ایران از دروغ و ریا پاکسازی بشه. من این چیزیه که میتونم در انتها بگم.